Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu fail adresi kardan ve cüz Allah, yadı o kardan gayri Allah şirkas. Yakın farmedi Allah Ta'ala ki farmed ve becai Allah çizi roki nesudi ve tümi resonat ve neziyoni ve tümi resonat dua mıkın. Pas eğer çün mekri, begumon az zulmun khohi bin. و اگر الله زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نتواند اون رو برطرف کند تا آخری آیت. دوم فرموده ای تعالی که فرمود پس روزی را تنها از نزد الله طلب کنید و او را بپرستید تا آخری آیت. سوم فرموده ای تعالی که فرمود و چه کسی گمراه‌تر است از آن که معبود غیر از الله را میخواند که تا روز قیامت هم دعا را اجابت نکند تا آخری آیت. چهارم فرموده او تعالی آیا این بودها بهترند یا کسی که دعای درمانده را اجابت میکند چون او را دعا کند و گرفتار ما را برطرف میسازد تا آخری آیت. پنجم تبرانی با اسناد خود روایت کرد که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم منافق بود که مؤمنان را آزار میداد. پس بعضیشون گفتن بیایید به رسول الله صلی الله علیه وسلم از این منافق پناه ببریم. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن به من پناه جسته نمی شود و البته به الله پناه برده می شود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که و دعا مکن، یعنی دعای عبادت و مسئلت در اون چیزی که جز الله کسی قدرت ندارد. و فرمودن که در نزد الله، یعنی تقدیم اون چیزی که حق اون تأخیر است برای اصل می باشد، یعنی رزق در نزد الله تعالی است. پس از نزد او طلب کنید نه از نزد دیگری. پس آنان این بت‌ها را می پرستند و بتان برای آنها هرگز مالک رزق نیستند. و فرمودن که به او را بپرستید، یعنی اشاره به سوی این است که تحقیق عبادت از جمله طلب رزق و سببهای آن است. و فرمودن که و برای او سپاسگزار باشید، یعنی زیرا نعمت ابتلا است و با قلب و زبان و اعضای بدن احتیاج به شکر دارد. و فرمودن که اجابت میکنند، یعنی از یکان کس دور کردن ضرورت و بدی را طلب کردن نمیشود در حالی که نمیتواند. اقسام رزق، یکم عمومی، دوم خاص به مؤمنان است. عمومی برای همه مخلوقات است و آن یا حلال است یا حرام. دوم خاص به مؤمنان است، یعنی و آن ایمان، تقوا و عمل صالح است. مسئله ها، یکم عطف دعا و فریادرسی از جمله عطف آن برخاص است. دوم تفسیر فرموده الله تعالی که فرمود و به جای الله چیزی را که نسوده به تو برساند و نزیانه به تو برساند دعا مکن. سوم البته این عمل شرک اکبر است. چهارم همان نیکوترین مردم اگر این کار را برای راضی کنندن غیر الله انجام دهد از جمله ظالمان گردد. یعنی نهی به سوی کسی است که از او به اعتبار حالش صادر نمی شود، پس به سوی کسی که از او امکان دارد از باب اولاست. پنجم تفسیر آیته که بعد آن است الله تعالی فرمود و اگر الله زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نتواند اون را برطرف کند. پس هر گاه ضرر را جز الله کسی برطرف نکند واجب است که عبادت و فریادرسی برای او باشد. ششم این عمل در دنیا سود نمیدهد و وجود این که کفر است، پس دنیا و آخرت را از دست داده است. هفتم تفسیر آیت سوم، یعنی پس روزی را تنها از نزد الله طلب کنید و او را بپرستید. هشتم رزق را تنها از الله طلب کردن همان گونه که جنت را طلب کرده نمی شود مگر از الله. نهم تفسیر آیت چهارم، یعنی و این چه کسی گمراه‌تر است از آن که معبود غیر از الله را می خواند. دهم کس گمراه‌تر از کسی که غیر الله را می پرستد، زیرا سؤال در اینجا به معنای نفی است. یازدهم آن کسانی را که به جز الله دعا می کنند از دعای آنها غافلند و نمی دانند. دوازدهم آن دعا سبب بر دیدن دعا شده و دعا کننده و دشمنیش با او می باشد. سیزدهم آن دعا را برای خوانده شده عبادت نامید.
کوردن کافر شدن خونده شده به این عبادت، یعنی رد و انکار است. پانزدهم آن دعا سبب شد که گمراه ترین مردم گشت، زیرا او به جز الله کسی را دعا میکند که او را اجابت نمیکند و خونده شده ها از دعای آنان غافل هستند و عبادت آنان کافر است. شانزدهم تفسیر آیت پنجم که الله تعالی فرمود آیا این بت ها بهترند؟ یا کسی که دعای درمانده را اجابت میکند چون او را دعا کند. هفدهم امر عجیب و آن اقرار بت پرستان بر این که درمانده را به جز الله کسی اجابت نمیکند و برای این در حالت های سختی خالصانه او را دعا میکند. هجدهم حمایه کردن مصطفی صلی الله علیه و سلم جانب توحید را و ادب او صلی الله علیه و سلم با الله. پس او امت را تعلیم میدهد که در سختی ها به الله یگانه پناه برد و تنها به او فریاد رسی نماید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.